بعدش شنل قرمزی میگه که من که مانن گفته تو با هیچکی صحبت نکن، ولی بدون که من دارم میرم خونه مام بزرگم که خونش اون طرف جنگله، بغل اون درخت چنار بزرگه. آقا گرگه میگه که پس داری میری اونجا؟ خیلی خوب، خداحافظ. شنل قرمزی میگه که باچه، خداحافظ. آقا گرگه میدوه میره به سمت خونه مادر بزرگ شنل قرمزی. درو که باز میکنه مادر بزرگش میگه که تو دیگه کی هستی؟ خدا مرگم بده، اینو میگه و بش گنبد کبود تو همه جای زمین، دل عاشقی نبود. تنم هم بودم و این دل بیرنگ آریا، تنم از ساده بودم تو تمام آدم ها. دنیا از نگاه من پر گل بود و سرود، کسی اندازه من محو زیباییش نبود. زشتی رو قشنگ ببین، شب و رنگ به رنگ ببین، شیشه ها رو یاور و هم نشین سنگ ببین. تو میتونی مثل من عشق و فریاد بزنی، میتونی که خوبی و شادی رو زده به سرتون. خانم این چه حرکتی، اومدن ترمزم نمیگرفت. ببخشید، سلام. میتونی ستاره چی تو شمای زندگی، میتونی نفس بشی. من امروز با شما قرار داشتم استاد، حس صدایاتون که نرفته. آه بله خانم مهدوی. بله بله، ببخشید من الان کار دارم، عجله دارم. ببخشید دفعه دیگه باشه. یه ماه دیگه داشت بیاریم، من یه فرصت بشه. من نوکر تماس نگری، تو رو خدا بار نیا، نگاره اون رو اون طرف بشه. کار امروز رو به فردا نگری، اگه بیاد که من میمورم. شیشه ها رو یا منو هر نشین سر. چه خبرته؟ بس کنید دیگه. اینم از غذات که طبق معمول سوخته است. فدای سرت شاهین جان، خب پیتزا میخوریم. بس کن نیکا این کاراتو، تو کی میخوای به این بازیات ادامه بدی؟ تو که میدونی من امروز عصر تست دارم، خب باید تمرین کنم دیگه. از همین حالا بهت بگم تو قبول نمیشی. فردا شما تشکیل نم دفتر اینجا. حالا که چی؟ بری تو این استودیو های دهنتو کجا کوله کنی؟ آخرش چقدر بهت پول میدم؟ بگو تا خودم بهت بدم. مگه همه چی پوله؟ مگه غیر از اینه؟ شاهین جان تو خیلی عوض شدی، قبول کن هستم. آره آره عوض شدم، تازه سر عقل اومدم. مثلا امروز جمعه است اما خانم تست دارن، از همینجا معلومه این شغل شریختیه. بله بله، خب خودم میام. لازم نکرده، شما اگه ورزه داشتید بخواهم کنم. ناراحت نباشین، امشب که سورپرایزش کردیم اینقدر خوشحال میشه که تمام بد اخلاقی های این چند روزش رو جبران میکنه. بهتون قول میدم. ماما پس ناهار چی؟
الو آقا لطفاً 4 تا پیتزای گنده بیاری. اختوب میتونم عالی شد. حالا به اتفاق بابا تا پیتزا بیا 4 تا نسکافه البته داغ داغ. ببینید آقای بندری، من یکم هول شدم، اگر اجازه بدیم من یه دفعه دیگه بگم. یه دفعه دیگه هم بگیم. یه دفعه دیگه هم بگیم. خسته نباشی، از شما درد نکن. چقدر شد؟ من فکر نمی‌کنم که داری میگی. باید تایم میگرفتی. چشم آقا، یه خود روح بده، یه خورده دنش روح بده. خسته با کت صبح دارم یه تک میگیریم خدایی. نباشه، من دوتا حرفه ای گذاشتم خود. آه این خوبه. این خوبه، بچه ها خوششون میاد. بگم خب، این هم نستوران. نستوران نه، رستوران. ببین بام داد، از فردا باید مواظب رفتار و حرف زدنت باشی. ها خب هست، اما جا شد. من یک چیز بگم باید. خب بگو. فردا که نسوران بازشه، هر گذایی که دوست داریم با خانم باشه. ای کار به اون شکمت بخوره بام داد. بخور هرچی دوست داری بخور. خب مرسی آقا. خسته نباشی. خوب بود با. خسته نباشی. آقا ما میریم شب برمیگردیم، هم برای من زبط نمون. خسته نباشی. خوب بود آقای بندری. عالی بود، خیلی خوب، دست درد نکنه. روزنه یه زنگ بزن به اون خانم سبایی. بله آره، بگو بیاد باجی رو بگه. خب آقای بندری، من باجی رو میتونم بگم. نه باید صدای جوون، نمیخوام باشه یه صدای میونه باشه، نه جوون باشه نه پیرزن باشه. خب من جوونتر هم میتونم بگم، فقط یکم فرصت من بدیم. نه ما فرصت نداریم، این تا آخر هفته باید برسه دست. پخش کنم دکتر برسه شده بام داریم گفتیم. خیلی کار بونده کردیم. اصلا درد نکنم. مامان. مامان. نیکا. مسخره بازی ها چه را انداختی؟ آخرش این بچه ها را هم دیمونه بار میاری. تولدت مبارک. ساناس ساناس بودو این دیگه باباتونو ببوسین و تولدش رو تبریک بگیم. مرسی بابا. بابایی تولدت مبارک. مرسی بچه های گلم، شما بابایی رو خوشحال کردی. مرسی نیکا، ما باید با هم صحبت کنیم. الان وقت این حرفا نیست عزیزم، تو رو خدا امشب رو خرابش نکن. ما خیلی منتظر موندیم تا خوشحالت کنیم. آخه تولدته. اگه تولد منه نمیخوام. تو با این بهانه میخوای منو متقاعد کنی که اجازه بدم به این بازیات ادامه بدی؟ تازه میخواستم یه خبر خوبم بهت بدم. من امروز تو تست پذیرفته شدم. پس بگو، این جشن به خاطر قبولی خودت بوده. خیلی بی‌انصافی شایی. آره بی‌انصافم. همینو بهت بگم، من دوست ندارم زنم منو بچه‌هامو رها کنه و بره تو این استودیو از صبح تا شب پرسه بزنه. من نمیخوام شما رو رها کنم، فقط کارمو دوست دارم. من دوست ندارم زنم کار کنه. باید بین ما و کارت یکی رو انتخاب کنی، میفهمی؟ تو نمیتونی منو مجبور به انتخاب کنی، ولی بدون مشورت تو هم کاری نمیکنم. ببین شاهین، من نمیخوام عمرم هدر بده. من یادم چند سال زنده میمونه. خب منم دلم میخواد این کارو انجام بدم. فکر میکنم اینطوری میتونم تو جامعه مفید باشم. همین که تو سینما و تلویزیون بتونم بچه‌ها رو بخندونم و خوشحال کنم، کار بزرگی کردم. کار بزرگ تو اینه که سرکار خانم به خونه و زندگیت برسی. اما اگه فکر میکنی تو خونه تو مردی، پس وای به حال ما. ماما این حرف بابا یعنی چی؟ یعنی که اون دلخور شده. میدونی برای چی؟ نه. نه. برای اینکه کیک تولد شبیه خرگوش نیست. آره. مامانی دیگه مامانی نیست.
میخواد بره تو تلویزیون به جای گربه میو میو کنه. باباتون هم که دیگه عرضه زنداری نداره. برو بالا ساناس. من نمیام. مامانم گل داره میاد دنبالمون. سامان؟ ببینید آقای داوری، اگر تبلیغات ما یه مقدار شاد و شنگولی تر باشه به نظر من خیلی بهتره. راست میگه، یه خود رقص آواز قاطیش کنیم جواب میده. مثلا آقا زرافه و خانم خره آواز بخونن و برقصن. چرا خانم خر باشه؟ فرقی نمیکنه. آقا هر رو خر میکنیم. نه؟ مثلا میتونیم داستانیش کنیم. مثلا آقا زرافه عاشق خانم زرافه میشه بعد زیرش موسیقی ادامه داره. به این میگن نوآوری در تبلیغ. فکر میکنم اینطوری خیلی جالب تر میشه. اینطوری سمای داوری؟ این همه جنس که الان داره تبلیغ میشه از نظر شماها بی عیب و بی نقصن؟ نه خیر آقا، مردم این دور زمانه فقط به اسم اهمیت میدن. البته فراموش نکنید خانم، اسم با کمی کیفیت. بله البته شما درست میفرمایید، ولی از نظر من ما باید اول یه فکری به حال عروسکمون بکنیم. یعنی که یه جورایی باید شکل عروسکمون رو عوض کنیم. پس که شما فقط تبلیغ کردن برای وضعیت فعلی کارخونه است، نه تهیه طرح برای تولید. ببخشید آقای تاوری، ولی به نظر نمیاد که ایشون فقط سمته منشی ساده رو اینو داشته باشه. آخه من نمیفهمم چرا شما شرایط فعلی کارخونه رو درک نمی‌کنید. من حدود 1 میلیارد تومان جنس تو انبار دارم اما تقاضا صفر شده. میفهمی؟ فکر نمی‌کنم بفهمم. چه خبره؟ اون موضوع رو هنوز اون موضوع رو نگفتم ولی میگم، مطمئن باش. اوه چقدر عالی، بهت تبریک میگم. آره موضوع خود باش. بابای بردم بابک بود از دبی. خب پیشنهادش چی بود؟ بله سلام بچه ها. آره خودم گفتم من این بره دنبالشون. تو کی به فکر خونه و زندگیت بودی که حالا من خاطرم از بچه هام جمع باشه؟ شده یه بار درست و حسابی زنگ بزنی؟ همیشه باید به تذکر داد. سلام. من اینجا میشه بگین سامان و ساناز بیان؟ بچه ها رو ولشون کردی به امون خدا؟ یکم مسئولیت پذیر باش خانم. باشه دیگه تکرار نمیشه. ای شیطونای من بفرما، اینم از نظم و انضباطشون که لولو خورده. احترام بذاریم. اطاعت کنید جناب سرهنگ. ممنونیم همه من. باشه. اما من تذیت ماما همه من گفت راست باشین در میزنه آخر تا من واسه تو کلاب گاف درست کنم. من که کلاب گاف دوست ندارم. من خودم دیدم یک کله گاف توی یک جله همه من بود. منم دیدم چشاش باز بود. خیلی خوب، حالا بریم که اگه سامان و سانت اجازه بدن مامان بره استودیو. باشه. خیلی خوب. من با آقای سمینی صحبت کردم، قراره به کارا رسیدگی کنن. خواستم بگم که اصلا نگران نباشین، من دنبال این جریانات بابا، من خواهم برنامه تلویزیون ببینم. منم شاید بریم بالا بچه ها، موقع خواب. خیلی، صدای بچه ها میاد. نیکا کجاست؟ راستی نظر نیکا راجع به مسئله چیه؟ پیشنهادی نداده؟ و
بعد کارخونه خطرناکه ها. فعلا که خونه نیست خانم، فکر میکنم باز تو این استودیوها دنبال دوبله و اینجور چیزاست. مشکلات من که یکی دوتا نیست. نمیخوام دخالت کنم، ولی از نگاه انتظار خیرادین هم ندارم. چون تو دوران تحصیل دانشگاه هم همیشه میگفت عشق آرزوی اول آخرش همین چیزا. فکر کنم اومد. خواستم شما رو از نگرانی در بیارم و همین به وقت مرده کنم. خدا حافظ. شاهی جا کلید پارکینگ رو بنداز پایین. سلام. چه وقت اومدنه؟ برگرد همونجا که تا حالا بودی. اولش سلام، بعدم کجا باید برم؟ دیگه فرقی نمیکنه، هر جا باید که دلت بخواد. ای برو کنار شاید، من خستم، خود تو دوست نکن. گفتم برو، تو هیچ وقت حرفای من جدی نگرفتی. غیر از اون فکرهای مسخره چیز دیگه برام مهم نبوده. اون از بچه‌ها که از صبح تا شب تو خونه تنها، اینم از ساعت برگشتنت بخونه. یعنی چی؟ چطور خودت هر جا دلت بخواد میری و هر ساعتی هم که دلت بخواد برمیگردی خونه؟ خب من کار دارم، هدف دارم، یه کارخونه رو میچرخونم. میبینم چقدر خوب میچرخونی. از همین رو بگو، تو از شکست من خوشحال میشه، بعدت نمیاد کارخونه تعطیل بشه. ببین شاهی، ما این خانواده مثل همه مردم مشکلات خودمون رو داریم. خب گاهی هم پیش میاد غمگین میشیم یا عصبانی، ولی ما باید بتونیم اختلاف سلیقه‌مون رو کنار بذاریم. میدونی که من تو خیلی کوچولو داریم، یادت رفته تو دانشگاه میگفتی عاشق همین رفتار کودکانت شدم. بس کن نیکا، ما دیگه نمیتونیم با هم زندگی کنیم، میفهمی؟ خواهش میکنم شاهین، برای چی این حرفا رو میزنی؟ ما میتونیم با هم زندگی خوشبختی داشته باشیم. دیگه برای این حرفا خیلی دیر شده. من فکر کنم تو خسته ای، احتیاج به استراحت داری. ببین من تو چند روز دیگه فیلم عروسکی باجی بامداد رو تموم میکنم، بعد دست بچه ها رو میگیریم و میریم کنار دریا. تو یه آدم رویایی هستی، هیچی از زندگی نمیدونی. تولدی به تربیت بچه ها برسی، نه خونه داری نه شوهر داری، تو مال همون استودیو هستی. من میدونم تو از من دلگیری داری. برای این حرفا خیلی دیر شده، برو خونه برادرتو منتظر طلاق باش. هم خونه برادرم منتظر طلاق هم باشم. من فکر میکنم تو اصلا حالت خوب نیست. من دست بچه ها رو میگیرم میبرم خونه نیاز، تو هم یکم تنها باشی آروم تر بشی. گفتم برو، نکنه بچه ها رو میخوای بری توی استودیو بزرگ کنی؟ نه حرفت مهمتره، باید یکی باشه بالا سرشون تربیتشون کنه یا نه؟ تو که نمیخوای قریب جای منو برای بچه ها بود کنه ها؟ من این گفتم بیاد ازشون مراقبت کن. ولی من راضی نیستم، اون صلاحیت نگهداری بچه های منو نداره. قرار نیست نگهداری کنه، فقط میاد بالا سرشون رو نظم و تربیت یادشون بده، همین. حاضر و آماده است. بود دوباره در باز کن. بابا چه بامزه شده با جشف. آنان دوست داره یه شکم سیر از این غذا ها بخوره. دست به غذا ها نزن بام داد. تو چقدر شاگرد بی انضباطی هستی. آخه خیلی بامزه است ها جشف. به نظر تو حیف نیست خودمون نخوری. اما دیگران بیان لذت شو ببرن. بام داد. کوفتت بشه کارت به اون شکمت بخوره. گفتم برو در رو باز کن، امروز اولین روز این رستورانه، باید هرچی هنر داری پیاده کنی. هنر؟ نه نه تو رو خورا نگو که همه چی به هم میریزه. منظورت چیه که به هم میریزه؟ منظور
منظور؟ منظور که نه، اما میدونی واجی بوی خوش این دوار داره من دیوونه میکنه. دوستان هرچی هنر دارم با خوردنشون نشون بدم. نشون بدم که نشد بابا، نشد عزیز من. تو چت شده؟ ببین این سومین بار رو داریم تکرار میکنیم. شما اون روز که اومدی تست قشنگ دو تا عروسک رو به راحتی گفتی. امروز چی شده؟ یعنی چی؟ ببخشید. با ببخشید که کار درست نمیشه خانم. نه نه نه، اینو بذار اونور. اینجا؟ آره همونجا. اون کوتوله هم بذار اون وسط. خیلی خب، حالا بذار ببینم. ببین اون چیه گذاشتی اونجا؟ اون قرمز بک‌گراند، قرمز لباس، اون قرمز اینا که با هم دیده نمیشن. لطفا اونو برش دار از اونجا. ای بابا مهناز خانم، مثل که ما هم یه چیزای حالی مینام. بر منکرش لعنت. ولی تو مثل من تو این زمینه با تجربه نیستی. بس لطفا اونو بردار. به نظر نمیاد که با کار ما مشکل داشته باشی شما. نه آقای بندری، من با کار مشکل ندارم. ببین من اینا رو تو این کار سفید کردم و مشکل تو رو میفهمم. متاسفانه بسیاری از این جوانای خوش استعداد مورد بیمهری اطرافیانشون قرار میگیرن، مخصوصا خانم. درست میگه؟ بله درسته. ولی میدونی آقای بندری، مال من یکم سخت‌تر از بی‌مهریه. این برادرتون کی قراره به دادمون برسه؟ بابک؟ اومدن بابک دست خودمونه. چطور؟ می‌دونی حالا دیگه آقا تاخچه بالا می‌ذاره که تا خواهرم ازدواج نکنه منم نمیام. کنک بابا نداشتی، برادرمونم بی خیال ما شد. شوهرم داره طلاقم میده. من یا باید بچه‌هامو انتخاب کنم یا حرفمو. شما هر دوشو انتخاب میکنم. میخوام آقای بندری، ولی نمیشه. باید یکیشو انتخاب کنم. از یه طرف جونم به بچه هم بسته است، از طرف دیگه هم عاشق این کارم. نمیدونم چرا نمیشه. من هم هنرم رو داشته باشم هم زندگی. نظر من اون کسی که گفته زندگی بدون هنر دارای ارزش اشتباه کرده و بسیار حرف فهمه کنه. اما هر چیزی بهایی داره خانم، هر چیزی. شما میگی من چی کار کنم؟ ببین تو باید بتونی قشنگترین لبخند رو از عمات بود. زود به زود شما ها رو ببینه. شما بعد قول بدین که مواظب خودتون و باباتون باشین. مامان یکی هم معمولیت برمیگردی؟ زود برمیگردم عزیز دلم. مامان من که شب تو خوابم نمیبره. خب بگینم امین براتون قصه بگه، اون خیلی چیزا بلده. هیچکی نمیتونه مثل مامانتون هم صدر آدم برسه. مامانی زود بر. منم شما رو خیلی دوست دارم، خیلی خیلی زیاد. خداحافظ. اما من ممنونم که مراقب بچه ها هستی. خیالت راحت باشی. این بچگیت عزیز من، تو بچه داری، شوهر داری، تا کی میخوای به این ادوات ادامه بدی؟ دو هفته پیش که شاهین اومده بود بازار، سه ساعت تموم نشست در حجره حاج عباس و یه بند گله کرد. آخر سرم گفت اگر نیکا بخواد به این ادوات ادامه بده به خدا طلاقش میدم.
خواهر من اتمام حجت کرده ها، منم که زنگ زدم همه رو بهت گفتم. چقدر نصیحتت کردم اما بازم تو داری کار خودت میکنی. نگاه، چرا گوش به حرف شوهرت نمیکنی؟ چرا داری با زندگیت بازی میکنی؟ من با زندگیم بازی نمیکنم، فقط میخوام کاری رو که فکر میکنم درسته انجام بدم. نیکا جون، خونه بالا شهر، ماشین، کارخونه، خیلی حسد چنین زندگی رو دارن. اولا زمانی که من با شاهین ازدواج کردم هیچی نداشت، بعد از فوت پدرش همه زمیناشون رو فروختم، شد سرمایه کار شاهین. بعدم من میخوام کار کنم. خب اینو شاهین باید بفهمه، حالا که داره طلاقت میده. به طلاق نمیرسه، شما که شاهین خوب میشناسین، یه جدایی موقتیه، بهتون قول میدم. تو زندگی رو به بازی گرفتی دختر، تو الان خوابی، بیدار بشی کار از کارت گذشته. یادته با چه سختی بزرگ شدیم، درس خوندیم؟ خب من بر همین میخوام کار کنم. من 4 سال تو دانشگاه روانشناسی کودک خوندم. ببینی آز، من بر خودم یه تصمیمایی گرفتم، این مثلا به زودی حل میشه. تو خیلی خوشبینی، من از همین دارم میترسم. تو هیچ نمیفهمی یه مرد تو موقعیت شاهین چند تا دختر دور برش میپلکن. شاهین اصلا اهل این حرفا نیست، مشکلش کارمه که اونم یکم بگذره میپذیره. یه ذره فکر کن. خب البته عذر میخوام مهناز خانم، ولی فکر میکنم باید پدر مادرشون اجازه بدن. کت. خیلی ممنون. از همه ممنون. خسته نباشید. خسته نباشید، از شما درد نکنه. خیلی ممنون. خب این پروژه مرسی، این پروژه بامدادم به خیر و خوشی تموم شد. از فردا قبولت هم همه آزادین، بریم به کار زندگیتون برسین. چی میخواین از جون من؟ بریم حالا یه پذیری از خودتون بکنین و خیلی ممنون، یه پذیری بشین. آقای بندری با اجازهتون من برم، دیگه دیرم شده. کجا؟ کجا می‌خواستی بری؟ روز دیدن بچه هاست، میخوام برم دنبالشون، با هم بریم گردش و تفریح و دیگه خوش گذرونی. چرا زودتر نه نگفتیم؟ من تعطیلش میکردم. نه نه، خب برای همین نگفتم دیگه، بعدش هم 2 ساعت که بیشتر کار نداشتی، میرسم برم. خیلی خوب بجون، من شما رو میرسم. نه نه من مزاحم شما نمیشم. نه 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 من اتفاقا خودم میخوام برم اون فر. فقط کیف و کلاه و پالتو کجاست؟ کیف کلاه پالتو، کیف و کلاه و پالتو، کیف کلاه پالتو، کیف و کلاه پالتو. آقا شما چیزی دست درد نکنی خیلی ممنون، دست درد نکنی خیلی ممنون، لطفی این گلم مال شما. من البته به این هوا میخوام بچه هایتون هم ببینم اگه اشکال نداشته باشه. نه نه اصلا، فکر کنم اونا هم خیلی خوشحال بشن. جدی؟ خب بس بریم. کارگردان برنامه‌ای که مامان توش کار میکنه. سلام خانم. سلام. سلام دوتا فرشته. چرا سوار نمیشین؟ نه دیگه آقای بندری، ما مزاحم شما نمیشیم. نه 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 اجازه بده، اینقدر خسیس نباش. من دوتا فرشته کوچه میگیره بردم، یه خود میخوام باهاشون خوش بگذرونم. بیا بچه سوار بشین، سوار بشین. زمنان به مامانشون بگین اگه تنها اینجا وای میشه ما در میریم. میریم وقت دلش میسوزه ها. بهش بگین، بهش بگین. کجا بریم؟ اول بچه کجا بریم؟ خب کی اول از خودش میگه؟ اول بزرگترم. آی شیطون، میخوای بگی من پیر شدم؟ آره
من فقط 6 ماه از تو بزرگترم عزیز دلم. ببین من دوست ندارم ازتون بپرسم چند سالتونه، میخواین چی کار بشین و اینا. من چون خودم عاشق شعر خوندن بچه‌ام و خودمم بچه‌ام، دلم میخواد یه شعر بخونم. میفهمم شما خجالت میکشید، ولی اگر مامانتون قول بده به کسی نگه من همسن سال شما. من قول میدم آقای پنهان. ما بچه‌ها عادت کنیم گردش با شور و حال، سینه پر از کهکشان ولی ساده و بی خط و خال، شلوغیامون همه بی قیل و قال. مگه میشه شلوغیامون همه بی قیل و قال؟ خدا خودش گفته بریم چی؟ خان حال 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 بگو، حال 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 بگو، حال 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 بگو، حال حال. خب بچه ها بله عزت و من دیگه باید آقا من داری کجا میری؟ والا امروز ظاهرم است که شما بیشتر به ماشین احتیاج دارید، به این صورت امروز ماشین مال شما. خداحافظ. فقط من تو صندوق عقبم یه دونه. آخه اینطوری که نمیشه آقای بندری. میشه، خوبم میشه. ببینی ببین سامان، من اینجوری هم 4 ماه از ساناز بلوتر نیستم. آقا اینه گفتم جلوش کم نیرم، برحال حقوق این مردونگی خداحافظی میبینم اتونه چیزی میزی. ما بدون ماشین هم میتونیم بریم. واقعا بدون ماشین؟ با ماشین هم میتونیم بریم. شما فکر همه چیو کردیم؟ بارونه دیگه، شاید اومد. باش ما بچه‌ها، ما بچه‌ها عادت کنیم گردش باشیم. برمان بچه‌ها بسیاریم. منم وقتی بچه بودم خیلی از این فکر را میکردم. آخه جونم جویبار که اول و آخر نداره، همینیه که هست. جویبار همیشه روونه و به هیچ جایی هم نمیرسه. آخه مامان جون، مگه نه این که هر چیزی به آخر میرسه؟ شب به آخر میرسه، روز به آخر میرسه، هفته، ماه، سال. بیشتر ماهی ها موقع پیریشون شکایت میکنن که زندگیشون رو بی خودی تلف کردن. سلام آقای بزرگ. سلام، چطور هستم؟ از همه چی شکایت دارن. اما من میخوام بگم که راشی زندگی یعنی این که توی تیکه جاه بری و برگردی و پیر شد. یه چیز خصوصی بشه یه دنیا زندگی کرد. سلام، چطوری؟ خوب بود استاد؟ بله، جویبار همیشه روان است و به هیچ جایی هم نمیرسد. مثل کار هنر، همیشه روان است و بی نهایت است و اتفاقا به همه جا هم میرسد. مثل هوا، مثل تو. بشین. خب حتی بونش در بخونی، شانس داره در بزن. سلام، خوش آمدید. سلام خانم. نیکا خانم، ایشونه که دلم میخواد بیبی بشه. خوش آمدید. نکنم تعطیلش کردی؟ تعطیلش کردی؟ سلام آقای بندری. سلام خانم جودت، دستیار بلا منازه استاد هستن و خیلی هم ماهرن تو کارشون. استادم
من مال من نیست. آخه من چه شکلیم؟ شکل اینم، شکل اونم، یا شاید اون یکیم؟ تو کدوم آینه میتونم خودم رو پیدا کنم؟ چجوری خودم رو تو دلای مردم جا کنم؟ منو پشت یه نقاب قایم کنین، منو توی شهر خواب قایم کنین، صورت کهنمو از من بگیرین، خستگی و غمو از من بگیرین، منو توی شهر قصه را بدین، به من تنها شده مسخره کردی منو. چه شکلیم؟ شکل اینم، شکل اونم، یا شاید اون یکیم؟ تو کدوم آینه میتونم خودم رو پیدا کنم؟ چجوری خودم رو تو دلای مردم جا کنم؟ نه جونه کبوتر، شبیه انگار از تموم این دنیا جداست، یا شاید یه تیکه از خود خداست، شبیه مادر بزرگ قصه هاست، مثل آسمون بزرگ و بیریاست، بزرگ و بیریاست. در اومده شد سنده یه غذای خوشمزه پزه. هلو قومنت برم جای جونت، باید تشکر کردن رو از تو یاد بگیره. یعنی ما تو این دو سال زندگی مشترکمون هیچ موقع از شما تشکر نکردیم خانم؟ چرا؟ چرا؟ من نه به این خوبی. خب البته هیچ کس نمیتونه به ساناز خانم تشکر کنه. ناراحت نباش فریبا جون، خیلی از مردا اینطوری هست. یکی شمی شانی وقتی غذا با میلش نباشه میگه هیچ وقت نشد ما توی خونه یه غذای درست و حسابی بخوریم. بابا مهندس خانم گفتش که عجب غذای بخورد، آدم میخواد انگشت انگشتات رو بخور. بابا انگشتاشو. مهناز؟ مهناز دیگه کیه؟ مهناز دوست دانشگاهیم بود، البته منشی کارخونم هست، ولی نمیدونستم در نبودن من میاد اونجا. ببینم سامان جون، بله، وقتی مهناز خانم اومد اونجا عمه مهینم خونه بود؟ بله بله، بابا گفتش که عمه مهین جون تو برو برو استراحت کن، مهناز خانم خود بیشتر با بچه آشناشه. من از خانم همه مهینه بوز کرد. خب البته طبیعیه، وقتی یکی جا خالی میکنه یکی دیگه جاش پر میکنه. دستی دستی داری زندگی تو به باد میدی یا نیکا، تو رو خدا پاشو برگرد برو سر خونه زندگی، به خدا بدبخت میشی. گفته باشم تو رو خدا بس کنید دیگه، شاید مهناز از مشکل من و شاهین خبر نداشته. ببینم سامان جون، وقتی مهناز خانم اومد اونجا بابا خونه بود؟ بابا و مهناز خانم با هم دیگه اومدن خونه. اما من گفت چه از قبل نگفت مهمون داره، حالا این خانم که باشم؟ من از دست شماها دارم روانی میشم، همه طرحهای تبلیغاتی شما بی نتیجه و بی تأثیر بوده. ببینید آقای داوری سخت نگیرید، مطمئن باشین درست میشه. تازه من یه خوابی هم دیدم. ببینید آقای داوری، من یه چیز خدمت رو خواستم عرض کنم. ما اگر به اصطلاح تحقیقی تحمل بکنیم، من به شما قول میدم که به نتیجه مطلوبی برسیم. این قول رو من به شما میدم. چند ماه؟ چقدر؟ که به نتیجه میرسیم عزیز دلم، چقدر وقت من باید تحمل کنم؟ ببینید ما همه تلاش خودمونو کردیم آقای داوری، ما فکر میکنیم که دیگه ایراد از کیفیت کار خودتون باید باشه. خانم حسابی در دیزی بازه، حیای گربه کجا رفته؟ اگه همین شما نبودیم که میگفتیم کیفیت مهم نیست، فقط تبلیغات. ببخشید اون میخوام آقای داوری، یه خانه سال خورده اومده میخواد تعداد مسئولی سایی رو خریده کنه، میگه پول استیون داره. خب ببرینشون نمایشگاه. سلام پسرم، شما صاحب محصولات شاهین هستین؟ سلام خانم، درسته همینطوره. راستش من میخوام نمونه هایی از محصولاتتون رو خریداری کنم، ممکنه بخوام یه نمایشگاه دایر کنم. خوش اومدین، بفرمایید. بنده مدیر تبلیغات کارخونه آقای داوری هستم.
ببینید اینجا هر عروسک بخوان گیرتونیه، یعنی من مطمئنم که نظیرش تا به حال هیچ کجا ندیدید خانم. اصلا همینجا نگاه کنید این خرو، این خری که الان داره شما مشاهده میکنید فقط به خاطر این گوشای دراز و این چهره فوق‌العاده‌ای که داره ما فروش داریم. اصلا میدونید یعنی عروسک‌های ما خصلتشون اینجوریه که وقتی بهشون نگاه میکنید احساس میکنه که آدم داره همچین با آدم حرف میزنه. بعد چجوری بگم، یعنی همزمان خیلی خوب با این حرف زدنش یه من داره ور میزنه. من که صد بار بهت گفتم این دختره به درد نمیخوره. اگه این یکی هم نپرون بله اصلا یه خبر ولش کنی، اون چشم قلوم برده نگاه کنی، اون چشم قلوم برده نگاه کنی، یعنی میدونین اون یکی جالب. پس شما یک کلکسیونر هستی؟ بله. چنین چیزی تا به حال در ایران سابقه نداشته، به همین دلیل من خیلی خوشحال هستم و به شما تبریک میگم. ببینید آقا شاهین، وقتی که عروسک‌ها رو از بد به پیدایششون تا حالا در معرض تماشای عموم بذاریم، خودش یه جور آگاهی دادن و تاریخ و دیدنه. بله دقیقا همینطوره. خب نور، صدا، تصویر. نور، صدا، تصویر. نور، صدا، تصویر. نور و صدا و تصویر. نور، صدا، تصویر. هفت، شش، پنج، چهار، سه، دو. سلام بچه های نازنینم، اگه گفتی من گیر من بی بی قصه گوه. خیلی خوب، خیلی خوب. من میدونم که شما قصه بزبز قندی و خاله سوسکه و چه میدونم گلنار رو از سر تا تا بلدی. برای همین من میخوام قصه عروسکای خوبتون رو بگم، همون عروسکای قشنگی که همیشه و همه جا با شما، از صبح که چشاتون رو وا میکنید و بهشون صبح بخیر میگید، تا شب که میبرینشون تو تخت خوابتون و براشون لالایی میخونید با شما. میخوام از عروسکایی بگم که همیشه برای شنیدن غما و شادیای شما سر تا پا گوشه. آخه اینجوری که خیلی بده، میمدین تو حداقل یه چایی چیزی میخوردین عمه جون. متشکرم فریبا جون، من مأمورم و معذور، همه برنامه هم به هم میریزه. سلام عمه مهی. سلام. سلام، عرض ادب خانم، تشریف بردین داخل. خیلی ممنون. بچه ها بریم. تشکر. ای تو رو خدا اینجوری خیلی بده. عمه جان شام آماده است، بچه هم به خدا شام نخوردن، بفرمایید داخل. خیلی متشکرم. بچه ها باید سر ساعت 8 شام بخورن، ساعت 9 بخوابن. شب شما بخیر. اتفاقا ما رأس ساعت 8 غذا می‌خوریم. برای این خانم نشستم به حرف زدن طول کشید دیگه. به خدا اینجوری بده عمه خانم، تشریف بردین داخل. چایی، نسکافه، قهوه چیزی می‌فرمودید؟ به شایخا خیلی سلام برسونید. هم دلش تنگ شده بود، میخواد شما رو ببینه. بچه ها سلام، بی بی اومده. چی چی اومده؟ عروسک ناز، قصه کوتاه و قصه دراز. خیلی بامزه. واقعا مردمم دوستش دارن، درسا ببرشون. هیچ به فروش محصولاتمون دقت کردی از وقتی که تو برنامه بی بی ام؟ میدونی؟ تبلیغات باید اصولی باشه. یکی باید اینو به خودت بگه. چرا این مدیر تبلیغاتمون رو بیرون نمی کنی؟ چقدر این روش های مسخرش میخواد ادامه بده؟ همش هم ضرر و ضرر. ببین یه کاری میکنیم، زنگ میزنیم بی بی، ازش میخواییم بیاد دفتر، اجازه میگیریم که عروسکشو تولید کنیم. میدونی چه پولی میتونیم در بیاریم؟ ببخشی نگاه یا ولی بی بی اومده. بی بی؟ پس چرا معطلیم؟ بگین بیاد تو. سلام پسرم. سلام بی بی، خیلی خوش اومدین. خیلی ممنون. بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید. تمنا رو کنم، بفرمایید. خوش اومدین.
چرا وایسادی؟ بگو چایی بیارم. اگر نسکافه باشه بهتره، البته داغ داغ. طوری شده؟ نه نه بگی یه دوتا نسکافه بیارم، البته زحمتش رو خودتون بکشید. خواهش میکنم، چه زحمتی. خب بگی خیلی خوش اومدیم، صفا بردیم. خیلی ممنون. خب حالا بگیم ببینم جریان دعوتتون چیه؟ اول اینکه خواستم از شما تشکر کنم به دلیل اینکه شما باعث نجات کارخونه ما شدید. من؟ بله شما. استفاده از عروسک‌های ما در برنامه‌هاتون تأثیر فوق‌العاده‌ای در فروش محصولات ما داشته. سلام بیبی. سلام دخترم. خب حالا اگه اجازه بدین ما میخواییم جبران کنیم. نیازی به جبران نیست، محصولات شما خوبه، مردم هم میخرن. بی بی ما یه تقاضایی از شما داشتیم. ما از شما اجازه میخواییم که عروسک بی بی رو، یعنی شما رو، به شکل عروسک تولید کنیم. منو؟ شکل عروسکی منو؟ اگه افتخارش رو به کارخونه ما بدیم. البته ما حاضریم بابت این همکاریتون پول پرداخت کنیم. پس شما قصدتون اینه که با تولید عروسک من برای محصولاتتون تبلیغ کنین؟ بله، البته با رضایت خودتون. بالاخره ما تولید نکنیم یه کارخونه دیگه تولید میکنه. ببخشید من دقیقاً سمت ایشون رو نمیدونم. من از خانم مدیر تبلیغات کارخونه من هستم. مهناز خانم؟ بله خانم پارسی ها. سلام بیبی، خیلی نمیده. دست شما درد نکنه. بخش اینو بگیم بخش بگیم. میشه یه نصف هم بایی من بیاریم؟ تموم شده. ببینید جناب شاهین هستم، شاهین داوری. بله آقای شاهین داوری، بعد بدونید که رقبای شما برای ساخت عروسک من پولای رو پیشنهاد دادن که فکر نمی کنم در توان شما باشه، ولی اینم بدونید که برای من یه چیزای مهمتر از پوله. در ضمن تصمیم نهایی دست من نیست. میشه بگین دست کیه؟ کارگردان و تهیه کننده برنامه آقای بندری. من میتونم باشون صحبت کنم؟ بله چرا که نه. خب پس اگه ممکنه شما نشون رو من بدین. باشه. من فکر میکنم که بهتره که من باشون تماس بگیرم. باشه. بله همینطوره. بله بفهم خود من هستم. خانم باز پارسیا، بر ازدین من این چند دقیقه بیشم میشه. بله ببخشم بگم همقدر که منو لایق دونستی و خصوصیات رو من گفتی همقدر به من اطمینان کن و بزرگ افتایی. خب بفرمی. بله بله سلام علیکم. درسته بله، ولی من رضایت خود بیبی خیلی برام اهمیت داره. بله من میتونم بهشون صحبت کنم. ببینید در این مورد خود آقای مدیر کارخونه، اون آقای داوری باید با من صحبت بکنه. بله بسیار خوب، من وقت دارم اگه بشون ایشون صحبت کنم. ایشون اونجا، بندم اینجا. عرض میکنم بندم اینجا هم در خدمتم. بفهم صحبت. سلام علیکم. خواهش میکنم. بله ببینید آقای داوری، این بیبی که من میشناسم بیشتر به خاطر دلش کار میکنه تا پول، و ایشون تا ندونه نیت اون کسی که این کار عاطفی رو داره با بچه های پاک و زلال انجام میده چیه، محال ممکنه اجازه بده صورت دوست داشتنش بر نسبت دست هر
کسی بیفته به باجده. ببخش بندی چنان چه سرعتی نکنم، عرض کردم بلا نسبت، بلا نسبت. بله من صاحب امتیاز هستم، ولی رضایت ایشون بسیار شرط، ایشون باید رضایت داشته باشن، نباید داشته باشن. ببینید حالا که بسیار خوب، شما امروز اصلی تشریف بیارید، زنگ بزنید دفتر من، من به شما عرض میکنم چجوری با ایشون ارتباط برقرار کنیم، به شرطی که ایشون هم عمیقا شما رو بشناسن که با رغبت بیشتری با شما همکاری بکنن. این میشه. بسیار خدا خدا. من کاری که میخوام تو بکنی مطمئنم که میتونی انجام بدی. این تبلیغات من بودی که بیبه خانم تونست از عروسک‌های شما توی برنامه‌شون استفاده کنن. اگه من نبودم کارخونه شما ورشکسته بود آخای داوری. لطفاً بیرون. بله. بیرون. من بودم که این خراب شده رو ورشکستگی نجات دادم. بیرون. تو اصلاً لیاقت نداری که من فکرای بکر خودم تو کارخونه تو خرج کنم. مشقاتون تموم شد؟ بله. فاصله بین این نقطه و خطا خیلی زیاده. سعی نکنیم به من کلک بزنین ها. من خودم تو بچگی کلک روزگار بودم. متوجه این؟ به جای این نقطه ها اثر انگوش می زدم. به جای این خطا زغال می چسبوندم. حالا حواستون رو جمع کنین درست. با ما درست. ببینین تا شما دارین مشقتون رو تموم میکنین، منم براتون یه نقاشی میکشم که تا قبل از شام حتما اینو به من تحویل بدین. خب؟ من بچه که بودم معلممون میگفت من این داوری بیا پای تخته یکی از اون نقاشی قشنگ تو بکش که بچه هم از روی دست تو نقاشی کنن. ببینین؟ بچه ها غذا رو بریم اون قسمت تو آشپز کنه. اینا چیه؟ من که خودم غذا پختم. عمه مهین امشب مهمون داریم. مهمون داریم؟ پس چرا به من نگفتی؟ منو چرا خبر نکردی؟ من دو جور غذا پختم. مهین جون همه غذا رو بذار توی یخچال، فردا خودم میخورم. امشب مهمون عزیزی داریم، معطل نکن فعلا، برو غذا رو راستوریس کن. مرسی مهین جون. با من که آقا لطفاً شد هنوز نمیمده وگرنه آوریدزی میشدم. دیدی گفتم چرا دیگه تهران هیچ وقت نمیشه پیش بینی کرد. عجیبه تو همیشه راست میگی. خب معلومه فکر کنم خودشه. بیبیه اومد همینم در رو باز کنم. ای چی میرم در بکنم تو نمیخواد بری؟ بذار مهین بره. بابا من خودم اینم در رو باز میکنم. چی شده؟ هیچی. همینه دیگه بی نسمی. سلام بیبی. سلام شما اومدید چقدر خوشحالم میبینم اتون. سلام شیطونای خوشگل. سلام بیبی. خب بچه ها اجازه بدید سلام بنشینم. بله بفرمایید بفرمایید بیبی جان بفرمایید. خیلی خوش اومدید، صفا آوردید. بفرمایید اون بالا، خواهش میکنم. به 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 بیبی جون، من به اندازه تمام دنیا دوستتون دارم. ای پس شما بیننده برنامه من هستی؟ بله خیلی. خب این دوتا کوچولوی ناز رو به من معرفی نکردی؟ بله آقا سامان پسر پهلوونم، ساناز خانم هم دختر گلم هستن. خوش به حالتون که دوتا کوچولوی ناز دارین، بعد قدرشون رو بدونین. ایشون مادرشون هستن؟ من عمه‌شون هستم بیبی جون. مامانی رفته خونه ای دایی نیاز. بچه ها موقع خوابه، باید بریم بخوابیم. نه نه میدونین حضور من بدون این بچه ها معنی نداره، من متعلقه به این کوچولو ها هستم. خب بچه ها بمونید، نمیخواد بریم. من برم برای بیبی جون یه چای بیارم.
بیاین اینجا ببینم کوچولوهای من، بیاین ببینم ات. خب آقا شاهین، من باید یه چیزی رک و پوسکنده بهتون بگم. من عاشق بچه‌ام و این دوتا کوچولوی شما نظر منو جلب کردن. من خیلی دلم میخواد باهاتون همکاری کنم، ولی شرط داره. خواهش میکنم، هر شرطی باشه در خدمت. من میخوام یه مدت این دوتا کوچولو رو در اختیار داشته باشم، میخوام ببرمشون استودیو. وای چقدر عالی. آخه میدونین ما یه برنامه موزیکال در پیش داریم که تو اون از بچه‌های زیادی استفاده میکنیم. البته هر وقت شما تشریف بیارین بر ما منت گذاشتین. ولی میشه بچه‌ها استودیو نیان؟ اشکالی که نداره از نظر شما. بچه‌ها شما بریم بشینین، بیبی جون چایشون رو بخورن. بفرمایین بیبی جان. دست شما درد نکنه. شما تا چایتون رو میل بکنین من برم شامو حاضر کنم. خواهش میکنم. خب بچه ها بگیم ببینم شما شعر دوست داری؟ بله. خیلی خوب. بچه ها دستاتون رو به من بدید تا با هم قصه ها رو خاک بکنید. بچه ها دستاتون رو به من بدید. بچه ها دستاتون رو به من بدین، شب و از رو پنجره پاک بکنیم. بچه ها پنجره ها رو وا کنین تا با هم خورشید و پیدا بکنیم. اگه ما بخوایم میتونیم دوباره کویر دشنه رو دریا بکنیم. حرفای بی بی تون رو گوش بکنین، آتیش قصه رو خاموش بکنین. ما با این عروسکا خیلی زیادیم بچه ها، غم و غصه ای نداریم، شاد شادیم بچه ها. زندگی رو دوست داریم، دنیا دیگه تو ماشت ماست. دلمونو دست تاریکی ندادیم بچه ها. اشارتون خزون میشه بهار. بچه ها تو دنیای بزرگ ما تنها کار خوب میمونه یادگار. بچه ها دنیا قشنگ با شما، با شما زشتی ها بیدفون میشن. وقتی که پای شما وسط میاد همه یه قصه ها خوب تموم میشن. حرفای بی بی تون رو گوش بکنین، آتیش قصه رو خاموش بکنین. خیلی زیادیم بچه ها، غم و غصه ای نداریم، شاد شادیم بچه ها. زندگی رو دوست داریم، دنیا دیگه تو مشت ماست. دلمون رو دست تاریکی ندادیم بچه ها. یک مهین چرا اینجا نشستی؟ مثل نگهبان در کارخونه شدی. بگیرش. چی شده؟ گفتم بگیرش. حق داری ندونی چی شده، چون تمام وقت تو با اون دختر مهناز میگذرونی. اصلا هم حواست به تربیت بچه‌هات نیست. همین باز شروع کردی. ببخشامین تو تمام زحمات منو داری به باد میدی. بچه‌ها دیگه به حرف من گوش نمیدن، به جای درس و مشق میرن آواز میخونن، میرن پیانو میزنن یا سینما یا شهربازیان. من دیگه مسئولیتشون رو قبول نمیکنم. هر وقت که تکلیف تو با خودت و زندگیت معلوم کردی خبرم کن. خدا حافظ. بله. الو سلام شاید. سلام. خوبی؟ خوبم مرسی. ببین من دیشب خیلی فکر کردم، به این نتیجه رسیدم که اگه همون اسم خودت شاهی روی محصولاتت بود خیلی بهتر از سامان و ساناز جا میافتاد. یعنی شاهین داری موفق میشیم و محصولاتمون تو دهن. حقیقتشو بخوای من که اصلا قصد تغییر اسم کارخونه رو نداشتم. بی بی خواست، میدونی حرفش هم همچین بی منطق نبود. نظرش این بود که اگه اسم دختر و پسر با هم باشه فروش کارخونه بالا میره.
مثل این که بیبی و بچه ها اومدن. کاری نداری؟ شب بخیر عزیزم. سلام بر بیبی و سامان و ساناز. چطوری دختر گلم؟ خوش گذشت؟ بله. داشت مامانی هم بود بیبی و میدی. بابایی. کنه بابایی. یه چیزی بهت بگم. بگو عزیزم. بگو قربونه برم. فردا. روزه مامانه. آها. میذاره بیبی هم همونه اون ببری. بعدا در مورد شرف بزنیم بابایی خب؟ حالا وقت خوابه. دیگه بریم بخوابه. باری کرده. شب بخیر بچه. شب بخیر. بفرمید بیبی. بفرمید. حقیقت شو بخواهید من بعد از شما تشکر کنم. شما به زندگیمون شادی و موفقیت ببردیم. خب میدونین منم از کنار شما بودن احساس زنده بودن میکنم. راستی نسکافه میل داریم براتون درست کنم؟ با کمال میل. البته داغ داغ. همسرتونو طلاق دادی؟ بچه‌ها اینو گفتن؟ نه خب ولی هر کسی اینو میفهمه. حضور شما باعث شده که بچه‌ها کمتر به اونی مادرشونو بگیرن. خب البته من از یه بابت خوشحالم که بچه‌ها سر حالن، ولی از یه بابت هم نگرانم، چون قرار نیست که بیبی همیشه باشه. وقتی نبود چی؟ بچه ها عادت میکنن. عادت میکنن؟ ببینم، یعنی شما فکر میکنید بچه ها نبودن مادرش رو فراموش میکنن؟ البته که نه، اما یاد میگیرن با آدم های دیگه هم زندگی کنن. ببینم، منظورتون همسر جدیده؟ البته من هنوز همسرم رو طلاق ندادم، منتظر نتیجه دادگاه. چند روزی بیشتر نمونده. خب تو به تصمیمی که گرفتی ایمان داری؟ مثل اینکه شما از همه چی خبر داریم. نکنه کس و کار نیکا هستیم. شما فکر میکنین همسرتون کس و کارشو ازتون مخفی کرده؟ البته حرف احمقانه ای زدم. میدونین شما یه جورایی آشنا به نظر میرسید. احساس میکنم سال هاست شما رو میشناسم. خب البته این تاثیر جعبه جادویی تلویزیونه. کاملا درسته، حق شماست. خب پسرم داشتی از نیکا میگفتی. ببینم اصلا دوستش داری یا نه؟ چجور آدمه؟ ببینید بیبی، اون آدم عجیبیه، سخت میشه باهاش زندگی کرد. خلوچله؟ نه ببینید اهل زندگی و بچه داری و اینجور چیزا نبود، دائم میپرید بیرون. خب مگه از اول به خصوصیات همدیگه آشنا نبودین؟ بله، ولی اون مربوط به دوران تحصیل مجردی مونه. خب حالا اینی که زیر نظر داری خانوم خونه است؟ برای مراقبت از بچه ها قابل اعتماد هست؟ شما طوری حرف میزنید که انگار میدونید چه کسی قرار با من ازدواج کنه. نه من کلی حرف میزنم. خب میدونی آدم ها خیلی با هم تفاوت ندارن. هر کی باشه بهتر از اونه، حداقل جلو چشمم. هر کسی؟ با اجازتون من دیگه باید برم. خدا حافظ. خدافظ.
کسی دنبال کار خودشه. کی میدونه که بیبی چی میکشه؟ تک و تنها داره گریه میکنه. هیچ کس از اون نمیپرسه که چشه. آدم ها تو خونه هاشون خوابیدن. بیبی رو توی خیابون ندیدن. امان از دنیای تاریک تو اون میون آدم ها دیوار کشیدن. دلی رو نمیشکنه. بیبی جای تو شهر قصه هاست. ببخشید فریبا خانم، نیکا خونه هست؟ آقا شایی، شما این؟ بله. بفرمایید تو، بفرمایید. ممنونم، بزنم تو نمیشم. اگه میشه چند لحظه بیاین نمیدن. بله بله، چند لحظه صبر کنین، الان میام. سلام خانم، سلام آقا شایی. خوبی؟ مرسی، شما خوبی؟ بفرمایید تو، مرسی، مزاحم تو نمیشم، ممنونم. تنها نه خیلی، بچه ها داخل ماشین هست. ببخشید. سلام خوبی سامان جون؟ عجب اومدی پیش زنده ای؟ خوبی؟ بله. آقای بندری، سلام بندری. سلام بچه ها جونم، مامان جون کجا؟ سلام شما؟ شما؟ ببخشید من بندری هستم، کارگردان این برنامه نیکا خلی. کجا هستم؟ نیکا؟ ولی نیکا اتفاقی افتاده؟ نه ولی من خودم خبر ندارم، ولی روی پیغامگیر تلفن گفته که من نمیتونم که برنامه بی بی رو اجرا کنم. منم از شما میدونستین بی بی همون نیکا زن منه، اما هر دوتون با من بازی کردین، درسته؟
بلاخره خوب فهمیدی. اما اینو بدون، کار ما بازی نیست، کار ما واقعیت. نیکا با این کارش هم استعداد خودش نشون داد، هم شما رو از ورشکستی که خلاص کرد. درست عرض میکنم بانو؟ درست عرض میکنم؟ یعنی نیکا بی بی؟ بله. نیکا همون بی بی؟ بله. وای همه مردم رو دوستش دارن. خدارش رو، خدارش رو، دلم فقط این نشسته. الو شادی؟ متاسفم آقای بندری، الانم که میام تهران فقط برای اینه که ماشین شما رو تحویل بدم. لازم من دادگاه دارم. زده به سرت بابا جون. تو تو این مدت تلفن همراهتو خاموش کردی، به هیچ کس هم نگفتی کدوم جهنم دره میری. اقلا برادر رو در جریان میذاشتی. میدونم که کار خوبی نکردم، ولی چاره دیگه ای نداشتم. چاره چیه؟ ای بابا ما تو این مدت برنامه بیبی رو تکراری پخش کردیم. با احساسات مردم اینجوری بازی کنیم ما حق نداریم. وقتی بچه به یه چیزی علاقمند میشه قطع کردن صدمه روحی وارد میکنه. ما نباید با احساسات مردم و بچه ها بازی کنیم، حق نداریم. مردم برنامه یه بیبیری میخوان. من دیگه نیستم آقای بندری، خواهش میکنم به فکر کسی دیگه باشیم. میگم مردم برنامه یه بیبیری میخوان. خداحافظ. دیوانه ای دیوانه. من نمیفهمم، مگه اینجا مهد کودکه؟ سلام، ببخشید. آقای داوری اینجا؟ بله، کمال صبر کنید. ازت متنفرم. این پرونده من از کشوی سرگم بده. بله ببخشید فریبا جون، بی زحمت به نیاز بگو بیاد پایین، من کارش دارم. نیکا جون شما ای؟ الان نیکا، معلوم هست سال کجا بودی؟ میدونی چقدر انتظار کشیدم؟ میدونی چه به من گذشته؟ تو الان بچه ای که این کارا رو میکنی؟ الان وقت این حرفا نیست نیاز، من ازت خواستم بیا اینجا تا جلوی فریبا و بچه ها از تصمیمم با طرف نزدم. من دارم از دادگاه میام، ولی شما اونجا حاضر نشد. برای همین این دفعه دیگه من دادخواست طلاق دادم. طلاق؟ تو که داری منو دیوونه میکنی؟ معلومه چی کار داری میکنی نیکا؟ تو که هر روز یه حرف میزنی. اگه فکر خودت نیستی، فکر اون بچه ها باش.
هستم برای همین اومدم اینجا. اومدم تا ازت کمک بگیرم نیاز. میخوام بچه‌هامو بردارم به خودم ببرم شما پیش دایی. من دیگه نمیخوام مزاحم تو زندگیت باشم و بچه‌هامون هر روز دست یکی باشن. نیاز، خواهش میکنم باشه این حرف بزن تا بچه‌ها رو از من جدا نکنه. تو میتونی جلوی اون وایسی. آخر تو زدی به سیما آخر. تو دیوونه شدی نیکا. حالا که اون در کوتا میاد تو میخوای طلاق بگیری نه؟ آخه برای چی؟ ما فکر کردیم با کمکی که بشن کردی میخوای باش آشتی کنی. آره میخواستم، ولی شما که از همه چی خبر ندید. دادا سلام علیکم. سلام قربان، بفرمایید. سلام آقای بندری، بفرمایید. سلام علیکم. سلام. ببین نیکا، سلام. مردم دوستت دارن، بچه ها میخواند، اینو تو نمیتونی ندیده بگیری. ببین دوستان، من دیگه تصمیم خودم رو گرفتم، خواهش بکنم شما بگه من نصیحت نکنی. ببین نیکا خانم، من نمیذارم پاتو از تهران بذاری بیرون. شده شکایت کنم ازت، ادعای خسارت کنم، جلوتو میگیرم، جلوی مرد میگم اینها. خب من که هنوز تو تهرانم استاد. اینجوری به درد من نمیخوره. شما میگی من چیکار کنم؟ بفرمایید سر کارتون. خب آخه من دیگه نمیتونم این کار رو ادامه بدم. شما خواهش میکنم به فکر بیبی جدید باشید. من مجبور نیستم اطاعت کنم، من با شما قرارداد دارم. پش بیرم جو، این مسئله رو واگذار من میکنی یا نه؟ این مسئله رو واگذار من میکنی یا نه؟ چاره دیگه ای ندارم. فردا سرویس بیاد دنبالتون یا خودتون میاد؟ خودم میاد. منتظرم. آقای بندری سویچتون و همین بیا دیگه. مامانی سلام شیطونای من، قربونتون برم برا. چقدر دلم براتون تنگ شده. بچه های نازنینم، اگه بدونی چقدر دلم براتون تنگ شده بود. آخه من چند روز پیش شما نبودم، ولی حالا که اینجا نشستم و دارم با تون حرف میزنم خوب. امروز میخوام براتون یه قصه خیلی قشنگ تعریف کنم. اگه گفتین چی؟ قصه دوتا کوچولوی خوشگل و مامانی اسمه سامان و سارا. نگفتیم کجا داریم میریم؟ امشب بنده یه جا دعوت دارم، دلم میخواست تو رو با خودم ببرم. یعنی مربوط به برنامه بی بیه دیگه؟ بله بله. آخه بیا ولی ما بردنش الاسه که بی بی رو بردن. خب بگیم بیارنش. بله چشم. شما اصلا میبینیم؟ خوش اومدی ماما. بفرم تحویل بگیریم. چی؟ نکته شاهین خان. بابا مبارکه جان. Thank you.
دیدی قصه ها تموم شد دل من، دیدی قصه ها تموم شد دل من، دیدی گریه بی دووم شد دل من. قری با آدم می جنگ زندگی، اما باش خیلی قشنگ زندگی. بعضی روزاش سرد و خاکستریه، اما آخراش مومش آبیه. دیدی قصه ها تموم شد دل من، دیدی گریه بی دووم شد دل من. زندگی پستی بلند بیا داره، تخ و شیرینی برو بیا داره. بعضی وقتا سختی ها زیاد میشن، اما آخر دلای ما شاد میشن. دیدی قصه ها تموم شد دل من، دیدی گریه بی دووم شد دل من. بعد از این تموم دنیا مال تو، امروزم گذشت فردا مال تو. میتونی به آرزوهات برسی، به نداشته هات، به رویات برسی. دیدی قصه را تموم شد دل من، دیدی گریه بی دووم شد دل من. اگه عاشق باشی شادی تا ابد، نمیشی اسیر لحظه های بد. از نگاهت روزگار قشنگ میشه، شب تو روشن و رنگ رنگ میشه. دیدی قصه ها تموم شد دل من، دیدی گریه بی دووم شد دل من. دیدی قصه ها تموم شد دل من، دیدی گریه بی دووم شد دل من. حالا میگیرم یه بار بگو ببینم درسته. ببین افسام خانم، وقتی من باز خانم مردودو امیدن خونه بود. آله ولی فقط به نیکا نگاه کن. بابا گفتش که به مناز جون گفتش که قضا تو ما برای چیز نگیریم. بگیریم آقات را از اومدنت بریم، از همینجا بریم. بازش میکنیم، عروسک سفره میکنیم، همراه عروسک همون سامان، چرا نیست؟